سرخط خبرها کشته شدن ده ها نیروی ویژه آمریکایی و اسرائیلی توسط حوسی ها با کمک روسیه پیروزی بزرگ ایران و متحدان آن قبل از شلیک اولین موشک به تلاویو تخلیه چهار مقر حساس و حیاتی در تلاویو از بیم حملات ایران و حزب و گفتگوهای سران چین و روسیه در مورد فضا در میانه تحولات جهانی. سلام به این بسه خبری از کانال شیپور خوش آمدید. مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که اخیرا دهها کماندو و نیروی ویژه آمریکا و اسرائیل در یمن در کمین مبارزان یمنی گرفتار و کشته شدند مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد اخیرا هفتاد نیروی ویژه آمریکایی و اسرائیلی برای انجام عملیات علیه یمنی ها وارد خاک این کشور شدند اما در همان دقایق اولیه در کمین مبارزان یمنی و یگانهای مردمی انصارالله یمن گرفتار شده و همه کشته شدند به گفته وی بیشتر افرادی که به هلاکت رسیدن اسرائیلی بودند وی به تاریخ دقیق این عملیات موفق یمنی ها اشاره ای نکرد این فرمانده نظامی و کهن سرباز آمریکایی در ادامه مدعی شد که این نیروهای ویژه آمریکا و اسرائیل با ماهواره های جاسوسی روسی ردیابی شدند و مسکو اطلاعات آنها را در اختیار ایران قرار داد و ایران نیز به نیروهای یمنی اطلاع داده است مبارزان یمنی از همان هفته های اول جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه اعلام کرد که در در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتی های اسرائیلی یا کشتی هایی که مقصد آنها بندرهای عراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند. ارتش یمن عملیات های موفقیت آمیز را در این چارچوب انجام رسانده و آسیب های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی عراضی اشغالی وارد کرده است. اما در مقابل اعتلاف آمریکای انگلیسی در حمایت آشکار از اسرائیل به بهانه حمایت از دریا نوردی در دریای سرخ چندین بار عراضی یمن را مورد حجوم قرار داده است. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سندکام روز شنبه مدعی هدف قرار دادن یک سکوی پرتاب موشک و چند پهباد متعلق به نیروهای مسلح یمن شد. در بیانیه سندکام ادعا شده است که امریکایی ها طی 24 ساعت گذشته یک سکوی پرتاب موشک و یک شهباد متعلق به نیروهای مسلح یمن را هدف قرار دادند. طبق گزارش شبکه الجزیره، سندکام همچنین مدعی هدف قرار دادن دو پهپاد یمنی بر فراز دریای سرخ شد. محافل امنیتی اسرائیل به ناکارآمدی گنبد آهنین در جریان عملیات وعده صادق و نیز دستاوردی اشاره کردند که ایران بدون شلیک اولین موشک در میان اسرائیلی ها ترس ایجاد کرده است. به گزارش و موتیشف کارشناس مهندسی پرواز و فضا و برنده جایزه امنیتی در اسرائیل در اظهار نظری که بر وحشت و رو اسرائیلیها اسرائیلی ها افزوده است گفت گنبد آهنین بزرگترین فریبی است که دنیا شاهد آن است. وی اذعان کرد پدافند اسرائیل یک موشک ایران را در جریان حمله آوریل گذشته ساقط نکرد و این با وجود شلی که 500 موشک گنبد آهنین بود سخنگوی نظامی اسرائیلی یا دروغ میگوید یا از چیزی خبر ندارد این کارشناس اسرائیلی ادامه داد آنچه در عملیات وعده صادق رخ داد مانوری بود که در آن مواد منفجره کمی از سوی ایرانی ها به شکل اجاب آور استفاده شد وی درباره حملات حزب الله لبنان نیز گفت بیش از نه ماه است که حزب الله با مختلف شمال را هدف قرار می دهد که سرآمد این موشکا کورنت است که خسارات زیادی به بار آورده و هنوز ارتش اسرائیل نتوانسته این وضع را مهار و مانع از این تهدید شود از سوی دیگر ژنرال کوبی ماروم از افسران ارشد نیروهای ذخیره اسرائیل نیز به کانال دوازه این کشور گفت واکنش ایران به حمله به کنسولگریش در دمشق بسیار خطرناک بود این حمله دقیق نبودن برآوردهای اطلاعات اسرائیل را نشان داد واکنش اسرائیل به حمله موشکی ایران کوچک بود وی افسود در حال حاضر ایران به همراه نمایندگان محور مقاومت در اتاق عملیات مشترک در وسط تهران می‌نشینند و درباره حمله به اسرائیل برنامه ریزی می کنن. این جنرال اذعان کرد ایرانی ها قبل از اینکه موشک اول را شلیک کنند دستاوردهایی به دست آوردن. فرسایش ایجاد وحشت در میان اسرائیلی ها و وارد آوردن زیان اقتصادی تشدید تنش با ایران و حزب دستیابی به توافق برای حل بحران راهبردی در شمال و ایجاد ائتلاف با آمریکا و کشورهای عربی را ضروری ساخته است منابع رسانه ای از تخلیه چهار مقر حساس و حیاتی اسرائیل در تلاویف خبر دادن. سایت شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که چهار مقر مهم و حیاتی در تلاویف تخلیه شده است. این اقدام تلاویف از ترس پاسخ قطعی محور مقاومت به ترورهای اخیر اسرائیل در تهران و بیروت و شهادت اسماعیل هنیه و فعاد شکر صورت گرفته است. با وجود آنکه جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده اما تهدیدات محور مقاومت مبنی بر هدف قرار دادن اسرائیل باعث شده بیش از یک هفته گذشته ترس و وحشت بر سراسر عراضی اشغال سایه افکند پایگاه رسانه المانیتور گزارش داده بود که بندر حیفا واقع در عراضی اشغالی خود را برای حملات و بمباران آماده می کند. در این گزارش آمده است بندر حیفا در برگیرنده بزرگترین پالایشگاه نفت و انبارهای سوخت در عراضی اشغالی و دارای موقعیت خطرناکی است. پیش از این شبکه کانال ای کان تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که پس از ارزیابی اوزاب به ساکنان مناطق درگیری در جبهه شمال توصیه شده است تا اطلاع ثانوی در کنار پناهگاه و مراکز حفاظت شده باقی بمانند وزارت خارجه روسیه از برگزاری گفتگوی مقامات چین و روسیه درباره فضا خبر داد وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مقامات روسیه و چین در مسکو درباره امنیت فعالیتها در فضا بحث و رایزنی کردند در این بیانیه آمده که مقامات دو کشور درباره طیف ای از موضوعات درباره استفاده و اکتشاف از فضا برای اهداف صلح‌آمیز گفتگو کردند و توافق کردند که همکاریها در این بخش تقویت کنند آنگونه که در این بیانیه آمده این نشست در مسکو برگزار شده و گفتگوها متمرکز بر مقررات حقوقی بین تضمین پایداری طولانی مدت و تضمین امنیت فعالیت های فضایی بود روسیه و چین در سالهای اخیر همکاریها در عرصه فضا را تقویت کردند و درباره مالکیت معنوی فناوری فضا توافق دارند وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن تصمیم گرفته است ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی را لغو کند و سیاست سه ساله خود را برای تحت فشار قرار دادن این کشور جهت پایان دادن به جنگ یمن تغییر دهد یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که این وزارتخانه در حال لغو ممنوعیت وضع شده در خصوص انتقال برخی مهمات هوا به زمین به عربستان سعودی است به نقل از خبرگزاری رویترز این مقام مسئول افزود ما نقل و انتقالات جدید را بر اساس موردی و مطابق با سیاست انتقال تسلیحات متعارف در نظر خواهیم گرفت یکی از مقام های کنگره گفت که واشنگتن در روزهای گذشته در مورد تصمیم خود برای لغو این ممنوعیت کنگره را مطلع کرد یکی از منابع مطلع نیز گفت فروش این تسلیحات ممکن است در روزهای آینده اثر گرفته شود یکی از مقام های ارشد واشنگتن نیز اعلام کرد سعودی ها توافق کردند و ما نیز آماده هستیم طبق قوانین ایالات متحده قراردادهای مهم بین المللی تسلیحات باید قبل از نهایی شدن توسط اعضای کنگره بررسی شوند قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواب با اشاره به مواردی از جمله تلفات غیر نظامیان در کمپین نظامی عربستان در یمن و طیف وسیعی از نگرانی های حقوق بشری ارائه تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی را در سالهای اخیر زیر سوال برده است اما این مخالفت در بهبوه آشفتگی در خاور میانه پس از عملیات طوفان الاقصا و به دلیل تغییر در نحوه انجام کارزار در یمن کاهش یافته است. ممنونیم از همراهی شما جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید.